به نظر می رسد شماری از مقامات بلندپایه طالبان در سرد عملی ساختن فرمان رهبرشان مبنی بر وضع محدودیت بیشتر بر رسانه ها باشند. وزیران امر به معروف و تحصیلات طالبان برای اجرای ماده هفته قانون امر به معروف طالبان تلاش دارند. در این ماده آمده است که محتسبان این گروه باید رسانه ها را به نشر تصاویری که جاندار نباشد مکلف کنند. این ماده جنجالی به اختلافات میانگروی طالبان افسوده است. انتشار سخنان قدیمی بنیانگذار شبکه حقانی در مورد اهمیت انتشار تصویر شکاف تازه در حلقه رهبری طالبان باز کرده است. حالا کاربران چی میگوند؟ تلاش های طالبان برای منع تصاویر برای این کاربر حبیب غیر قابل درک است. او نوشته دنیا به هوش مصنوعی و مریخ رسید ولی اینها را ببینید که هر روز به گذشته تاریک میروند. حبیب به این نظر است که تا مردم دست به کار نشود طالبان آنها را به فقر و فلاکت و آوارگی سوق میدهد برای خیلی های دیگر که در دو دهه جمهوریت با دسترسی به رسانه ها و اینترنت نسبتا آزاد بزرگ شدند این خبر خنده آور است و آنها با تنز و کنایه واکنش نشان دادند مرشد نوشته چند روز بعد برق و روشنی هم حرام می شود زنده باد علی کن. فواد در جوابش با خنده پرسیده هنوز گیس دارید یا خیر در ادامه حارس همچنان به شوخی ها ادامه داده و نوشته شاید شطور و قاطر هم به خاطر جایگزینی وسایط نقلیه باشد اما این شوخی های کاربران یک طرف من تصاویر در رسانه ها می های جدی برای آینده رسانه ها در و در کل برای مردم افغانستان داشته باشد می بینیم که کاربر دیگر ارشاد در همین مورد نوشته برای میلیون ها افغان این محدودیت ها به معنای از دست دادن یکی از آخرین پنجره ها به دنیای بیرون است جایی که تصاویر ویدیوها و برنامه ها فرصت برای فرار از رنج های روزمره و ارتباط با جهان وسیع تر فراهم میکردند همینطور مصطفی و مشکلات عملی تطبیق این فرمان ها اشاره کرد او نوشته بالاخره برخورد با عکس های پاسپورت تذکره اسناد تحصیلی و دفتری چگونه خواهد بود مصطفا با کنایه پرسیده تصویربرداری از بدن انسان برای تشخیص مریضی گناهش زیادتر است یا کمتر در این حال به نظر می رسد که اختلافات بر سر ممنوعیت تصویر تا رده های پایین گروه طالبان نیز رسیده است مثلا در ولایت خوست بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که والی طالبان در این ولایت تصاویر نشستهای خود را منتشر نمی کند اما برخلاف معاون او تصاویر نشست را نشر کرده است هاشمی یکی از کاربران با شکلک های خنده نوشته خدای یکیش گفته حرام است خدای دیگرش گفته حرام نیست برای ما در این قسمت گفته های نجیب ننگیال کارشناس امور سیاسی را در این مورد ببینیم همده طالبان و اوسن حاکم رژیم تاثیر واخلی په ده که د خلیفه دی محمد انته فتو ده شیخ سلطان محمد انته فتو ده د شیخ صمیالله ده د خپل د طالبانو د مشر چکم دی د ابوي د حبت الله زنت فتوا ده او ارڅو د خپلو من فیتوا په دغه خپل کتابونو خپل حواله لري په یو وخت باندې په یو هیواد کې سو شریعته سو ډول فتوا وي دا یوازینی انارش چې د طالبانو غونډې په رژیم کې چې د اغلت امکان لري او دا ټولونه باندې د اسلام سره پټکر کړي دي نو د خلکو د لپاره ژوند صح کړی دی د निजामدارۍ د لپاره د حکومتدارۍ د لپاره چاره سخته کړی دی از نجیب ننگیال شنیدیم و حالا می و از سمیولا می میخوانیم که حوصله و درک برای این بحث ها ندارد و نشته اختلاف وجود دارد که تصویر نشر نکنند یا بکنند اصلا دیدن یا ندیدن تصاویرشان به ما چی می دهد؟ آیا برای مردم رنج دیده آب و نان می آورد؟ همزمان با تلاش های طالبان تال... برای جلوگیری از پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه های دیداری، وزارت دفاع این گروه از آغاز فعالیت رادیو این وزارت با نام صدای خالد خبر داد. وزارت دفاع طالبان گفت که این رادیو در قلوردوی 201 آغاز به نشرات کرده است. این قدم های طالبان خیلی ها را به یاد دوره اول حاکمیتشان بر افغانستان در سالهای 1990 میلادی انداخته است اسمتی در اینجا نوشته همان کارهای سابقشان باز آهسته و آهسته تکرار می شود در اخیر از نور احمد بشنوید که نوشته سلام به سال 1380 خوش آمدید اینجا افغانستان است و ما 20 سال به گذشته سفر کرده ایم فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است اگر میخواهید دیگران را از موضوعی با خبر سازید پس ویدیوها و پیامهای های تان را به شماره 0044 با بفرستید